مقام های ارشد نظامی داخلی و خارجی در جریان سفرشان به ولایت هرات وعده دادند که امکانات و تجهیزات بیشتر نظامی را در ولایت های حوزه غرب افغانستان مستقر می کنند. جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، همراه با مقام های ارشد نظامی افغان به منظور بررسی وضعیت امنیتی حوزه غرب به ولایت هرات سفر کردند. مقام های محلی در ولایت هرات می گویند که در دو سال اخیر وضعیت امنیتی در برخی ولایت های حوزه غرب به شدت وخیم شده است و نیاز است تا نیرو و تجهیزات بیشتر نظامی به این ولایت ها داده شود. همکارم نصیر احمد صالحی گزارش می دهد. نشست امنیتی مقام های ارشد نظامی افغان و خارجی در ولایت هرات. جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، همراه با شماری از مقام های امنیتی افغان و سفیران 6 کشور در این نشست حضور داشتند. مقام های محلی در هرات می گویند که در جریان این سفر تمام نگرانی های امنیتی در این زمینه با مقام ها در جریان گذاشته شده است. با گفته آنان، در سالهای پیش وضعیت امنیتی در ولایت‌های حوزه غرب نسبتاً خوب بود، اما در دو سال اخیر تهدیدها به شدت افزایش یافته و نیاز است تا نیرو و امکانات بیشتر بین ولایت‌ها داده شود. طول 15 سال گذشته حوزه غرب همیشه منعی یک حوزه آرام و یا نسبتاً آرام و مسئول از نگاه امنیتی قلمداد شده و به این خاطر است که قطعات اردو، قطعات پلیس و سایر نیروها، خصوصا نیروی هوایی، در این حوزه همیشه کم بوده. متاسفانه که ظرف دو سال گذشته آهسته آهسته بحران‌های امنیتی، مشکلات امنیتی در حوزه غرب بیشتر شد. مقام‌های محلی ولایت هرات به این باور هستند که به دلیل راه اندازی پروژه‌های بزرگ زیربنایی از جمله بندهای آبی و پروژه تاپی، استخبارات منطقه با حمایت از حراس افغانان در تلاش جلوگیری از تطبیق این پروژه ها هستند. پروژه های بسیار بزرگ ملی که البته توجه دشمن آهسته آهسته جلب کرده در این ساحه، خصوصا دستگاه بزرگ استخباراتی متوجه شدن و حالت فرا امروز اگر شما مقایسه کنین حتی از هلمند بدتر است. یعنی جنگی که در هلمند در طول 10 سال 15 سال گذشته دوام داشت حالا به ولایت فرا انتقال کرده. و او خاطر است که ما توجه بیشتر این مقامات تقاضا کردیم تا نیروهای هوایی در زون غرب تقویه بکنند. شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند که تهدیدهای امنیتی در برخی ولایت‌های حوزه غرب کشور نگران کننده است و حکومت افغانستان با همکاری قوت‌های خارجی باید این تهدیدها را از میان بردارد. من ایجاب میکنه که به پیشنهاد اداره مالی ولایت هرات توجه جدی صورت بگیره و قوت های بیشتر چه لحاظ کمی و چه لحاظ کیفی به این حوزه استخدام بشه تا با نزدیک شدن انتخابات اما تهدیدهای امنیتی کاسته بشه. شمار سربازان پلیس به ویژه قوت های سرحدی در حوزه غرب کشور اندک خوانده می شود. مقام های محلی هرات می گویند که همین مسئله سبب افزایش فعالیت های مخالفان مصالح دولت و تلفات نظامیان افغان شده است.